تخت باز اون دوستا از آج آقا معرفی کنم همه خادمان ملت افغانستان بلند سلام خط کن خداوند سایه علما فضلا خدمتگزاران مملکت از سر ما شما کم و کوتاه مگر دارد بلند سلام Yalla.
سلامتی همه علمای اسلام، خدمتگزاران ملت و این کشور، بلند صلوات. بر چشم حسود لعنت، بر دوستان و عاشقان آل محمد بلند صلوات. سلامتی همه خدمتگزاران، همه کسانی که شادی دل حضرت زهرا بلند صلوات. زحمتکشان و مخلصین و خدمتگزاران این ملت و این مملکت توفیق بیشتر عنایت بفرماید. سلامتیشون بلند صلوات. Thank you.
مردم بیاید. یاد استاد دختری بیاید ما اون تو برادر بار میشه یکی یاد. سراسر ما
مناطق مرکزی و در دل کابل شبکه های قوی چرکی در اختیار داشت و همچنین که شما شمالی ها از ما بهتر می دانید که حرکت اسلامی افغانستان چه در دریسوف و چه در چارکن و چه در اجدنار و نهرمان و چمتال و دولت آباد قوی ترین نیروهای چرکی و نظامی و فرهنگی را در اختیار داشت و جای تأمل دارد. با کمال درد و با کمال تأسف که درد دل تک تک اعضای این حزب است، این حزب امروز از آن جایگاه ویژه باید اقرار و اعتراف کرد برخوردار نیست و در صحنه های کلان متاسفانه چندیست که حضور ندارد و نمیخوایم حرفای چالیشزایی را مطرح کنم. امیدوارم روز برسد تکانی بخورد اعضای این حزب و رهبری این حزب و جایگاه خش را پیدا کند و جهت شادی ارواح شهدا، شهدای منطقه، مخصوصا جناب عاصت وجد اسلامی و المسلمین آقای ناطقی، یکی از پیشوایان و رهبران جهاد و مؤسسین جهاد در دره صف و صلوات بلند را فرمایید. ظرف چند دقیقه خلاصه که هوا به شدت گرم است عرائض دارم و عنوان سخن را به سرور عزیز ما میدهم. یحتاج الامام الى قلب عقول و لسان قبول و جنان على اقامت الحق سؤول. جایگاه و ویژگی رهبری از نظر اسلام امام علی چند تا ویژگی را مطرح می کند. رهبری هر قوم، رهبری هر حزب، پیشوای هر تشکلات و پیشوای هر مردم علی علیه السلام و السلام نگه چند ویژگی دارد. یه نگه دل دانا دارد. کسی می خواهد رهبری مردم باشد، پیشوای مردم باشد و مردم را هدایت کند، نگه دل دانا داشته باشد، قلبی قوی داشته باشد امام علی میگه، و همچنین بدنی نیرومند و برنده و توانا داشته باشد. این میتواند جامعهش را و مردمش را امام علی علیه السلام میگه، یعنی حق دارد که جامعهش را رهبری کند. هم دل دانا، هم قلب قوی و هم بدن توانمند داشته باشد و توانا باشد و نترسد از طوفان‌ها، حوادث‌ها. جای دیگه امام علی علیه السلام می‌فرماید لا یحمل هذا الالم الا اهل البصر والصبر والعلم بمواقع الحق. کسی پرچم رهبری و پیشوایی را در دوش نمی‌گیرد مگر این که بصیر باشد، تیز هوش باشد و دوراندیش و زرک باشد و همچنین در مقابل بلایا صبور و مقاوم باشد و همچنین از علم برخوردار باشد تا بتواند اقامه حق کند. و همچنین رسول الله اعظم نبی اکرم ختم مرتبه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید من ضل علی عشرة کان له عقل اربعین و من ضل اربعین کان له عقل اربعین. میگه کسی که رهبر و پیشوای ده نفر بشود، پیامبر میگه باید عقل 40 نفر را داشته باشد و کسی که میخواد 40 نفر را رهبری کند باید عقل 400 نفر را داشته باشد. کاری ارزوز نیست خیرمند گفتن گاب نر میخواهد و مرد کهن. صلوات بلند بگوید. امروز در جامعه ما قدیم الاراذل انسان های اوباش
اراذل را اگر پیش انداختین علی نگه و تخیر الافاضل شما آدم های مسلکی متخصص دانشمند شجاع دلاور مؤمن برام به مناسبت درگذشت دانشمند فقیر دلسوز که با جان و روح و روانش در خدمت مردم ما بود، چه در ایسو، چه شمالی، چه کابل و چه مزار، کی است؟ حضرت حجت الاسلامی و المسلمین جناب آقای ناطقی هست. این مرد در غربت جان را به جانان سپرد. اگر در همه این آقا حق دارد، بچهش در فقیران کجاست؟ جناب آقای جعفری فرمود که سرگاز از آمده نمیتواند. یک فرزند دیگه جایی دیگر از سر جنازه پدر آمده نمیتواند. در چنین مناسبت روز دوشنبه از ساعت 6 الی 8 در مسجد جامع سجادیه گذر قصاب ها از طرف شورای ولایتی سمنگان و شورای ولایتی بلخ فاتحگیری برگزار است انشاءالله. حضور به حق برسانین علما به گردن ما حق دارد، به حق بیشتر دارد. موفق و معید و منصور و پیروز باشید. اینک توجه شما سروران عزیز را به سخنرانی مبسوط بلنشین عزت حجت الاسلامی و المسلمین جناب آقای جاوید جلب می نمایم تا تشریف